اخلاقی نیست یک پرسشیه که شاید اصلا به این مدل از اعمال اطلاق نشه. پس بنابراین حوزه اتیکس به اعمال آگاهانه و ارادی ما برمیگرده. یعنی مثلا کودکان که اینها فاقد اراده کافی و فاقد قدرت تشخیص هستند، اعمالشون غیر آگاهانه در نظر گرفته میشه و بنابراین اعمال کودکان چندان از منظر اخلاقی نمیتونه مورد بررسی قرار بگیره. یا مثلا شما فرض کنید یک نفر در بیهوشی یک کاری رو انجام بده. این عمل چون که فاقد اون اراده کافی هستش نمیتونه لزوماً اخلاقی یا غیر اخلاقی باشه. خب و اصلا شما اگر این رو دقت بکنید میبینید که ما در قوانین هم جرم انگاری کودکان تا یک سنی وجود نداره یا بسیار بسیار برش تخفیف قائل شده و اون هم به همین دلیله، چون که معتقدن کودکان تا یک سنی اعمالشون غیر آگاهانه است و از اونجایی که اعمال غیر آگاهانه نمیتونه نمود اخلاقی داشته باشه بنابراین شاید نتونه مستوجب کیفر یا پاداشی بشه. یک مثال دیگه که میتونم براتون بزنم افرادی هستن که فاقد قدرت تشخیص کافی هستن. پس مثلا کسانی که اونها رو مجانین میخونیم یا مثلا کسانی که از لحاظ قدرت ذهنی فاقد این درک هستن که بتونن بین خوب و بد تمیز قائل بشن. پس وجود اراده آزاد یکی از اون چیزهایی هستش که ما در اخلاق در مورد اون صحبت میکنیم. اخلاق در واقع میتونه پایه یک سری از مسائل دیگه هم باشه. ببینید وقتی که ما داریم راجع به انسان‌های بدون اراده صحبت می‌کنیم لزوماً فقط راجع به مثلا کسانی که مشکلات ذهنی دارن صحبت نمی‌کنیم. اون لحظه‌ای که فرد مثلا در یک بیمارستانی هستش و می‌دونید دیگه فاقد یعنی در حالت بیهوشی هستش، اون لحظه این فرد بدون اراده آزاد در نظر گرفته میشه. می‌دونید پس بنابراین این مرزها می‌تونه مرزهای گسترده‌ای باشه. ببینید اخلاق در خیلی از مواقع میتونه پایه‌های قانون رو شکل بده. خب و قانون میتونیم بگیم که در خیلی از موارد تبعیت داره از اخلاق. اما خب این یعنی در واقع این همیشه اینطور نیستش. ببینید به طور مثال ما میدونیم که غیبت یک عمل غیر اخلاقی میتونه در نظر گرفته بشه. اما کمتر قانونی در کمتر کشوری از دنیا داریم، حداقل من نشنیدم که بگه که غیبت کردن یک عمل غیر قانونی محسوب میشه. پس لزوماً اگر چیزی اخلاقی نبود اینطور نیست که قانونی هم نباشه. نه خیر، میتونه قانونی هم باشه. مثال که اینجا زدیم مثال غیبت. اما از اون ور جریان یک سری چیزها هستند که قانونی هن. خب اما ممکنه که اخلاق در این زمینه ورودی نتونه داشته باشه. ببینید مثلا یک سری مسائلی هستن، اینا قراردادی هستن، مثل اینکه فرمون ماشین در سمت چپ باشه یا فرمون ماشین در سمت راست قرار داشته باشه. خب این سمت فرمان که کدوم ور باشه لزوماً یک مسئله اخلاقی نیست، از لحاظ خوب یا بد بودن لزوماً فرقی نمی‌کنه. خب یک مسئله قراردادی هستش. مثلا قرارداد کردیم که فرمون در سمت چپ باشه در کشورهای مثلا ایران، اما قرارداد شده که فرمون در سمت راست باشه مثلا کشورهای مثل انگلستان. خب پس بنابراین این یک مسئله هست که زیاد اخلاقی نیست ولی برش قانون استوار شده. خب پس قانون همیشه اینطور نیستش که پایه‌هاش اخلاق باشه و هر عملی که غیر اخلاقی شد لزوماً اینطور نیستش که غیر قانونی باشه. اما خب یک رابطه میشه گفتش که تقریبا مستقیمی بین اخلاق و قانون و به صورت کلی این رابطه میشه گفتش که وجود داره. اما خب حالا میخوایم ببینیم که پایه های اخلاق چی هستش، یعنی خود اخلاق بر چه چیزهایی استوار هست. میتونیم بگیم که در طول تاریخ بشر دین یکی از مهمترین، عمیقترین و اصلیترین پایه های اخلاق بشر. یعنی نقشی که دین در اخلاق گذاری و چه چیز خوب است و چه چیز بد است بازی کرده یک نقش بسیار عمده و بسیار اصلی بوده و هست. همین الان هم جوامع فارغ از این که چقدر دینی هستند یا نیستند به شدت میتونن تحت تأثیر نگاه‌های دینی قرار بگیرن. اما حالا به هر حال پس دین یه دونه از اون پایه‌های بسیار مهم هستش که اخلاق رو در هر جامعه‌ای میتونه شکل. اما دین تن